امروز میخواییم داستان پسری رو براتون تعریف کنیم که بعد اینکه میبینه هر کاری که میکنه دختر مورد علاقهش بهش پا نمیده، تصمیم میگیره بدزدتش و توی یه زیرزمین زندانیش کنه. به کانال فیلم استوری خوش اومدیم. امروز میپردازیم به داستان فیلم پت. در ابتدای داستان پسر عقده‌ای سادیسمی به نام ست رو میبینی که توی مرکز نگهداری از سگ‌های ولگرد کار میکنه و کارش هم اینه که علاوه بر نظافت و غذا دادن به سگا، جسد اونایی که میمیرن رو میبره و میذارتشون توی کوره تا اینجوری معدومشون کنه. در کل ست از نظر گوزیولوژی یا آدم گوشه‌گیره که هیچ دوستی نداره و تنهایی تو آپارتمانش زندگی سگیشو میگذرونه، تا اینکه یه روز توی اتوبوس یکی از همکلاسی‌های دوران دبیرستانش به نام حالی رو میبینه و چون قبلا روش کراش داشته میره و باهاش احوال پرسی میکنه، اما تخم اینو نداره که بهش پیشنهاد دوستی بده. همون شب ست تو خونه شروع میکنه به تحقیق کردن راجب حالی و به خاطر همین علایقش رو از طریق عکسای تو صفحه مجازیش میفهمه. روز بعد ست با نیت، نگهبان محل کارش، راجب حالی مشورت میکنه و اون بهش میگه کونتو تنگ کن و دهنتو گشا تا بتونی مخ طرفو بزنی. بعدش همون روز ست میره به رستورانی که حالی توش کار میکنه و از اونجایی که میدونه حالی علاقه زیادی به موسیقی داره، ازش دعوت میکنه که امشب باهاش بره به یه کنسرت، اما حالی پیشنهادش رو رد میکنه. بعد شب که میشه، حالی بعد برگشتن به خونهش به همخونه‌ایش کلر راجب ست میگه، اما تا همین لحظه دوست پسر سابقش اریک بهش زنگ میزنه، ولی خب حالی بعد اینکه میفهمه اریک مسته، تلفن رو روش قطع میکنه. روز بعد حالی بعد اینکه میره سر کارش، میبینه یکی واسش یه دستگل بزرگ رو فرستاده که خب از اونجایی که هیچ اسمی روش نوشته نشده، اون فکر میکنه این کار رو دوست پسر سابقش انجام داده و به خاطر همین میره به باری که توش کار میکنه تا جریانو ازش بپرسه. اینجا در حالی که میبینیم ست حالی رو تعقیب کرده، حالی به اریک میگه رابطه منو تو تموم شده و بار آخرت باشه که برام گل میفرستی. اریک هم در حالی که روحش هم از این ماجرا خبر نداره، میگه من هیچ گلی رو برات نفرستادم، ولی خب با این حال دوست دارم که دوباره باهات باشم. یکم بعد حالی میره بیرون بار تا یه سیگار بکشه، اما یه دفعه ست احمق بهش میگه از گلایی که برات فرستادم خوشت اومد. حالی هم از سر جاش پا میشه و بعد اینکه با ست درگیر میشه، فوراً به اریک میگه این یارو مزاحمم شده و اریک هم در جا میزنه دهن مهن ست رو سرویس میکنه و خارشو میگایه. بعد از این اتفاق ست یه دفعه دفتر خاطرات حالی رو زمین میبینه و بعد اینکه مخفیانه برش میداره، چند روزی رو صرف خوندنش میکنه تا بتونه اطلاعات بیشتری رو راجع به حالی به دست بیاره. چند روز بعد ست تو محل کارش توجهش جلب یه در زیرزمینی میشه و بعد اینکه اونجا یه اتاق مخفی رو پیدا میکنه، یه فکرای شیطانی به سرش میزنه و به خاطر همین شروع میکنه به ساختن یه قفس برای حالی. اون بعدش یه داروی بیهوشی مخصوص سگ‌ها رو میدزده و قبل اینکه بخواد روی حالی تستش کنه، یه شب یکیشون رو به خودش تزریق میکنه و تا روز بعد این سگ بیهوش میشه. خلاصه چند روزی میگذره تا اینکه یه شب ست حالی رو تعقیب میکنه و در حالی که همخونه یه حالی کلر خونه نیست، میره داخل و حالی رو خفت میکنه و با داروش بیهوشش میکنه. یکم بعد اون در حالی که حالی رو گذاشته توی کارتون بزرگ تا ببرتش تو اون زیرزمینه، یه دفعه نیت گیر میده روش چون احساس میکنه از داخل اون جبه یه صدایی رو شنیده، ولی خب بعد اینکه از ست میخواد که خفه خون بگیره و سکوت کنه، دیگه صدایی رو نمیشنوه و میذاره ست جبهشو ببره تو پناهگاه. بعدش ست حالی رو میبره و میندازتش تو قفسی که از قبل براش ساخته و چند ساعت بعد که به هوش میاد، شروع میکنه به فریاد زدن تا شاید کسی صداشو بشنوه، اما هیچ گویی نمیتونه بخوره. روز بعد ست با یکم غذا میاد پیش حالی و بهش میگه من اسیرت نکردم که بهت آسیب بزنم و تازه برعکس، میخوام کمکت کنم که بتونم نجاتت بدم. بعدش ست چند روزی به حالی سر نمیزنه تا اینکه وقتی یه روز برمیگرده پیشش، بهش آب و غذا میده و اونم عین اسب شروع میکنه به خوردن. یکم بعد ست بعد بیرون رفتن از اون اتاق یه دفعه با نیت روبرو میشه و اون بهش میگه ورود به این زیرزمین ممنوعه و اگه یه بار دیگه اینجا ببینمت، یا تو مره میگایی یا من تو رو میگایم. روز بعد حالی از ست میپرسه که آیا میخوای منو بکشی؟ ست هم میگه اگه مجبورم کنی آره.
اون بعدش میگه یه وقتایی که میومدم اینجا میشنیدم که با یه دوست خیالیت به نام کلر حرف میزدی، اما حالی با اینکه همزمان داره روح کلی رو پشت سر ست میبینه این موضوع رو انکار میکنه. اینجا ست دفتر خاطرات حالی رو بهش نشون میده و میگه من تمام اسرار تو تو این دفتر خوندم. و بعدش هم فیلم طبق خاطرات دفتر حالی ما رو میبره به گذشته و میبینیم حالی بعد اینکه فهمیده دوستش کلر با دوست پسرش بهش خیانت کرده، با ماشینش بردتش بیرون و جفتشون رو برده زیر یه تریلر و بعدش هم که دیده کلر هنوز زنده است یه تیک شیشه رو فرو کرده تو گردنش و دخلش آورده. بعد از این اتفاق ما میفهمیم که حالی بعدها فقط با روح خیالی کلر صحبت میکرده و اون در اصل وجود خارجی نداشته. اما خب بعدش هم حالی مرتکب قتلای دیگه ای هم شده. اینجا اون به ست میگه من یه نویسندم و چیزایی که نوشتم زایده خیالات تخمین بوده و هیچ کدومشون واقعیت ندارن. تا اینکه ست بهش میگه بهتره گو نخوری، چون من تو این مدت تعقیبت میکردم و یه سری از قتلایی که انجام دادی رو با چشمای خودم دیدم. در کل ست به حالی میگه من تو رو آوردم اینجا تا تو رو از این حالت روانی نجات بدم، چون از ته دلم دوستت دارم. روزهای بعد اونا با هم کلی صحبت میکنن و اینجا معلوم میشه که حالی این قتلا رو برای لذت بردن انجام داده. خلاصه یه روز نیت دوباره ست رو موقع بیرون اومدن از اون زیرزمین میبینه و به خاطر همین بهش مشکوک میشه و میره که یه نگاهی به زیرزمینه بندازه تا اینکه چشمش به حالی میفته. اینجا حالی از نیت میخواد که قفل قفسشو بشکنه، اما تو همین لحظه ست با یکم قضا برمیگرده اونجا و بعد اینکه حالی میبینتش با یه چرخش عجیب این بار به ست سیگنال میده و ازش میخواد که بزنه دهن نیت رو سرویس کنه. بله، بالاخره ست موفق میشه به کمک حالی دخل نیت گوزمشکی رو بیاره و بفرستتش اون دنیا، اما بعدش حسابی عذاب وجدان میگیره چون اون حالا تبدیل به یه قاتل شده. اما حالی بهش روحیه میده و ازش میخواد که با دادن بخشی از گوشت بدن نیت به سگ‌ها قسمت‌های بزرگتر بدنشو ببره و بندازتشون تو کوره تا اینجوری کاملا خاکستر بشه. روز بعد یه کارگاه پلیس میاد اونجا تا راجب ناپدید شدن نیت از ست سوال بپرسه، اما در طول بازجویی ست رسما میرینه چون با کسشرایی که تحویل ماموره میده باعث میشه اون بهش شک کنه. بعدش روزهای بعد حالی رسما میره رو مخ ست و بهش میگه ما جفتمون به کشتن آدم ها علاقه داریم و اینجوری میتونیم دوتا عاشق واقعی باشیم. اما وقتی ست سعی میکنه از اقباگریای حالی فرار کنه، حالی بهش میگه اگه واقعا به هم علاقه داری پس یکی از انگشتاتو جلوم قطع کن. اما ست بعد شنیدن این درخواست حالی میره و از ماتریکس خارج میشه. یکم بعد ست بعد بیرون رفتن از زیرزمین حسابی شیر میره تو اعصابه چون نتونسته عشقشو به حالی ثابت کنه و به خاطر همین توی زیرزمین و جلوی چشمش خرخر یکی از انگشتاشو قطع میکنه. تو همین لحظه حالی موفق میشه چاقوی ست رو برداره و بعدش هم تهدیدش میکنه که اگه درو براش باز نکنه فوراً خودشو میکشه و ست هم این گاگولا این کارو فوراً انجام میده. اینجا حالی ست رو میبره سمت دیوار و بعدش هم با یه حرکت سریع میزنه گردنش رو میبره و باعث مرگش میشه. آخر داستان هم میبینیم که مدتی بعد حالی دوباره با اریک وارد رابطه شده، اما یه روز بعد اینکه متوجه خیانتش میشه میبره و میندازتش توی قفس، این قفسی که ست براش ساخته بود. و اینجا اون به اریک میگه یه پسر به نام ست واقعا منو نجات داد، چون من دیگه علاقه به کشتن آدما ندارم. برای دانلود این فیلم میتونید به کانال تلگرام ما که لینکش رو براتون پایین صفحه و داخل دیسکریپشن نوشتیم مراجعه کنید.